شاهزاده سلام و عرض احترام من رو بپذیرید. خوشحالم که بار دیگه در خدمت شما هستم. و همچنین درود بر شما و درود به همیهنان بسیار عزیزم در داخل کشور و در سرتاسر جهان. دولت روحانی بیش از هر وعده و قولی که با کلید خود داد همه هم و غمش رو بر برجام متمرکز کرد. او مدعی است که موفق به توقف برنامه هسته‌ای شده، موفق به برقراری ارتباط با غرب و به ویژه آمریکا شده، سرمایه های خارجی رو جذب کرده و سفر و دیدار با پاپ یا دیگر مقامات اروپایی و سفرهای دیپلماتیکی که در عین حال تلاش کرد تا به تندروها در خلال اون نشون بده که میخواهد انقلاب اسلامی رو به موزه های ایتالیا و میز نهار الیزه هم صادر کنه. از سوی دیگه نمایش پوپولیستی برای امضای تفاهم نامه هایی برای خرید هواپیما از فرانسه. شاهزاده، آیا به نظر شما او در برنامه برجام و برقراری ارتباط با غرب موفق بوده؟ به نظر من این نوع صحنه سازی ها نمیتونه سرپوشی بگذاره روی کارنامه 37 ساله بسیار تاریک نظام جمهوری اسلامی. در حال حاضر اگه به قضیه نگاه بکنیم میبینیم که مملکت ما فقر، اعتیاد، بیکاری، تورم، انواع اقسام مصیبت ها بیداد میکنه. وضعیت معلمین، وضعیت کارگرا، وضعیت زنان، وضعیت زندانیان سیاسی و خیلی مسائل از این قبیل. و به دور از این نمایش ها یا وعده ها یا به قول معروف کلید، چه کاری رو اساسا جمهوری اسلامی به عنوان یک برنامه ارائه داده؟ آیا رسیدگی شده به این مسائل؟ آیا جلوی اون اختلاس های میلیاردی رو گرفتن؟ آیا به وضعیت زندانیان سیاسی رسیدن؟ آیا به وضعیت کارگرها و معلمین رسیدن؟ خیر. بنابراین این نوع ادعاها برای شاید مصرف تبلیغاتی خودش رو داشته باشه، اما فکر نمی کنم که مردم ایران متوجه نباشند که همچنان تمام این قول و وعده ها مونده که به عمل برسه، اگر برسه. خیر، جمهوری اسلامی از بدو تأسیسش منافع خاص خودش رو داشته که هیچ ارتباطی با منافع ملی کشور ما نداشته. همه چیز در قالب مصلحت رژیم پیش میره، نه در جهت منافع مردم. این روزها همه چیز به انتخابات پیوند خورده و شاید هفته اسفند از نگاه بسیاری کارشناسان روز مهمی برای حکومت جمهوری اسلامی باشه. شما فکر میکنید که آیا میشه به انتخابات پیش رو بعد از 37 سال که از قدرت گرفتن کسانی که از انقلاب زمستان 1357 برآمدند امید داشت و در پناه چنین مجلسی دنبال بهبود وضعیت مردم گشت؟ کدوم مجلس؟ این حکومت اومد مجلس شورای ملی رو به هم زد و جاش مجلس شورای اسلامی رو برقرار کرد بر مبنای یک ایدولوژی قائم که خودی و ناخودی رو فلسفه اصلی خودش قرار داده. از این لحاظ کسانی که در اونجا شرکت میکنن اساساً مجبور هستند و هیچ برنامه بغیر از حفظ نظام و مصلحت نظام ندارن. این جوابگوی خواستها و دغدغه ها و مطالبات مردم ایران نیست و بنابراین بار دیگر همین برنامه است که فقط مردم رو عادت دادن به یه به اصطلاح انتخاب بد و بدتر که هرگز مشکل مردم رو حل نکرده، اما تنها خاصیتش اعتبار بخشیدن به نظام بوده با این ادعا که چون مردم در انتخابات شرکت میکنن این نشان دهنده مشروعیت نظامه و نهایتا آقای خامنه ای است که بهرهش رو میبره. برخی از گروه های مخالف درون حکومت مثل اصلاح طلبان یا اپوزیسیون های سکولار هم معتقدند که یا باید در انتخابات شرکت کرد که ما رو رد صلاحیت کنند و همین باعث عقب نشینی رژیم بشه، یا باید به صندوق های رای پیوست و یکی یکی خود همین تندروها را حذف کرد تا اصلاح طلب ها وارد کرسی های مجلس یا دیگر نمایندگی های انتخابی بشن و همواره هم به مردم توصیه می کنند که اصلاحات بایستی جایگزین باشه. خود شما هم پیش از این گفتید که رژیم گذشته قابل اصلاح بود، نظام پادشاهی قابل اصلاح بود و انقلاب لزومی نداشت. امروز همین افراد حرف شما رو میزنن و میگن نباید انقلاب تازه‌ای صورت بگیره، بایستی که همین رژیم رو اصلاح کرد. شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید واقعا این رژیم اصلاح پذیره؟ این یک اشتباه بسیار بزرگی است که اصلا بخواید مقایسه بکنید. بله، بعد از گذشته این همه سال خیلی از جریاناتی که دیروز به اصطلاح انقلابی بودن، از چپ مارکسیستیش بگیرید تا بعضی جریانات دیگر، امروز بسیاریشون به این نتیجه رسیدن که انقلاب یک اشتباه بزرگ تاریخی بود و نظام پیشین کاملا اصلاح پذیر بود. اما ما با نظامی سر کار داریم که به هیچ نوعی قابل اصلاح نیست.
اگر امروز انقلابیان دیروز میخوان بگن که ما امروز اصرار بر اصلاحات یک رژیم اصلاح ناپذیر داریم، بدتر از اشتباه 57 اشتباه دیگری رو دارن مرتکب میشن. ببینید، اساس معادله بر این اساس هست که اگر راه باز بود برای اصلاح قانون اساسی، برای چیزی که جواب مطالبات مردم رو بده، برای که حق انتخاب آزاد برای تعیین نماینده خودشون بدون 1001 نوع صافیهای استصوابی یا شورای مصلحت و نگهبان و غیر ذلک بود تو مملکت، باز یه حرفی. اما مردم که خوب میدونن که به محض اینکه صحبت رد صلاحیت میشه، یعنی چی؟ یعنی مصلحت نظام اجازه نمیده که خلاف مصلحتش حرف دیگری زده بشه. حالا نماینده میخوایم بفرستیم که از طرف مردم در مجلسی که اصلا جواب سلامشون نمیده چی رو مطرح کنن؟ باز تکرار میکنم، این اشتباه رو نکنیم. راه عقب نشوندن نظام بر این نیست که فکر کنیم در بازی اونها شرکت کردن به این نتیجه خواهیم رسید. اساس این نظام باز برداشته بشه و در فردای این نظام هست که در این محیط واقعا آزاد، وقتی که تمامیت ارضی مملکت محفوظ باشه، وقتی که مردم ایران آزادانه بتونن تصمیم گیر باشن و تعیین کننده سرنوشت خودشون باشن هستش که منافع ملی ایران تأمین خواهد شد، نه در بودن این نظام. تنها خاصیت رأی دادن در این انتخابات همون چیزیست که قبلا گفتم، یعنی مشروعیت بخشیدن به ادعای نظام که ما در کشورمون مردم طرفدارمون هستن و شرکت میکنن. هیچ خاصیتی به غیر از این نخواهد داشت. و اگه قرار رأی اهمیت داشته باشه، رأی ندادن خودش یک نوع رأیه، خودش یک انتخابه. و برسیم به این مهم، چه چیزی رو میخوایم انتخاب بکنیم؟ اگر انتخاب ما تغییر سرنوشتمون هست، بنابراین نمیتونیم در این نظام شرکت بکنیم به عنوان بازی رژیم. باز در مقابلش ایستاد و از طریق نافرمانی مدنی وادار کرد نظام رو به عقب نشینی و فروپاشی. چرا که شرکت کردن در این برنامه به مفهوم تایید تداوم نظام خواهد بود، هیچ معنای دیگری نخواهد داشت. متشکرم. پس اگر بخوایم در یک جمله شاهزاده عزیز به این مسئله بپردازیم، در یک جمله صریح و رک و واضح، آیا مردم باید در این انتخابات شرکت بکنن یا نه؟ باز تأکید میکنم، شرکت بکنن که چه چیزی رو به دست بیارن. شما فکر کنید که حتی برای اون دست از اصلاح طلبان که میگوین ما بایستی در این سیستم شرکت بکنیم تا ذره ذره خواسته هامون رو بگیریم، مگه آقای خاتمیش نیومد؟ حالا احمدی نژاد کار ندارم، مگه همین آقای روحانی با وعد و وعیدهاش نیومد؟ مگه صحبت این نبود که آزادی های بیشتری به مردم داده بشه؟ در صورتی که آقای روحانی الان رکورددار اعدام هستش از نظر رئیس جمهوری که در زمان حکومتش، که خیلی کوتاهتر از زمان پیشینیانشون بود، بیشتر در ایران زندانی سیاسی هستش رو اعدام شده در این مدت. ببینید، ادعای رژیم و شعارهای رژیم رو همه شنیدن، اما همچنان تو این گردباد انتخاب بد و بدتر هستیم. من چیزی که من مردم ایران ارائه میدم، اولا یک بدیلی است برای یک آینده کاملا متفاوت، و این رو میتونم درک کنم که زمانی مردم وادار میشن به یه چیزی بسنده بکنن که بدیل دیگری رو در صحنه نبینن. ولی اگر بدیل دیگری در صحنه باشه، اگر راه حل بهتری باشه که به جای انتخاب بین بد و بدتر، انتخاب بین بد و خوب باشه، اون موقع داستان خیلی فرق میکنه. و به همین دلیل هست که فعالیت هایی که در تمام این سالها به سهم خودم و همراه با بسیاری از آزادی خواهانی که فعالیت کردن در داخل و خارج از کشور، و به خصوص از زمان تأسیس شورای ملی، دقیقا در این راستا هستش که مردم ایران بدانند که فراتر از این نظام راهکار دیگری هست که بتوان به اون افق رسید و از این نظام گذر کرد، و مجبور نباشیم تا ابد محدود باشیم به بازی کردن و به اصطلاح دوام آوردن در محتوا و چارچوب محدود فقط این نظام. و به بدیلی که اشاره میکنید، آیا کارزار آرمانهای ملی است که در شورای ملی ایران راه اندازی شده؟ و اساسا آرمانهای ملی چگونه میتونه نجات دهنده مردم ایران از منجلاب کنونی باشه؟ برای رسیدن به یک آینده متفاوت، قبل از هر چیزی باید بدانیم که چه میخواهیم.
ما تا زمانی که نتانیم درست بیان بکنیم که چه چیز رو واقعا میخواهیم، نخواهیم تونست هر اقدامی و یا تصمیم بعدی رو بگیریم. تعریف این ارزش ها و آرمان هایی که به دنبال هستیم، هر کدوم مفاهیم بسیار عمیق و لازم خودشون رو دارن که تاثیرگذار خواهد بود در آنچه که در کشور ما خواهد گذشت، وضعیتی که برای جامعه پیش خواهد آورد، چه از نظر اشتغال، چه از نظر امکانات، چه از نظر آزادی، حالا میخواد آزادی مذهب باشه، برابری زنان باشه، حقوق کارگران باشه و خیلی مسائل دیگر. تمام اینها در بندهای مختلف این آرمانهای شورا تعریف شده است و هدفمند هستش. تنها یک شعار نیست، تنها یک باور نیست که بگیم خب ما به این باورها اعتقاد داریم، بلکه چگونه میتونیم بهش دست پیدا بکنیم و چه نقشه راهی رو در پیش داریم و بایستی داشته باشیم که به آنها برسیم. درک کامل این آرمان ها یک شرط بسیار لازمی است برای اینکه بتونیم قدم های بعدی رو برداریم. زمانی که ما درک کامل از آرمان هامون داشته باشیم، در تعریفی که برمیگرده به منافع ملی کشور و مردم و نه مصلحت نظام جمهوری اسلامی، آنگاه مشخصتر میشه که در کجا کاملا این مسائل باید تفکیک بشه. و زمانی که این آرمان ها مشخص شد، پشت سر این بایستی با یک اراده بسیار قوی پیش رفت و این یعنی تصمیم گرفتن، این یعنی راهکار رو اتخاذ کردن. منتها این بار نه در تاریکی، نه در ندانستنی که بعدش چی خواهد شد، بلکه باید درک کامل که برای چی این کار رو میکنیم، چگونه میتونیم این رو به دست بیاریم و در اون آینده به چه طریقی خواهیم تونست خواسته های کلی جامعه رو برآورده بکنیم و حقوق افراد حتی در سطح فردیش بتونه تامین بشه از هر لحاظ. این آرمان های ملی که بهشون اشاره میکنید و کارزار آرمان ملی که از امروز 22 بهمن 1394 خورشیدی راه میفته، فقط محدود به همین دوره انتخابات هست یا دوره گسترده تری رو برای تحقق اونها مد نظر قرار دادید؟ خیر، این یه مسئله است که تا اون روزی که مردم ایران به آزادی واقعی برسن ادامه خواهد داشت. تفاوت عمده این هستش که ما امروز وارد مرحله جدیدی داریم میشیم. یعنی صحبت فقط این نیست که بیایم ارزش‌ها و باورهای خودمون رو مطرح بکنیم. و اتفاقا در اینجا یک پرانتز باز بکنم، خوشبختانه در طول یکی دو سال اخیر بسیاری از هماهنگانمون و کنشگران مختلف مدنی سیاسی کشور بسیار جذب این کار شدن و همکاری خودشون رو اعلام کردن با شورای ملی در جهت به اصطلاح به دست آوردن این هدفهایی که داریم. الان بحث اصلی این هستش که چگونه میتوان کارزاری رو همراه داشت که پارالل با آنچه که نظام انجام میده و بازیهاش بتونیم برنامه های مختلفی رو پیشنهاد بدیم به فعالین سیاسی به عنوان حرکت های مختلف مدنی که قدم به قدم بتونیم این مسئله رو ببریم جلو. اگر هدف دوستانی که میخوان واقعا نظام رو وادار بکنن به عقب نشینی این باشه که نهایتا، ببخشید این اصطلاح رو به کار میبرم، از شر نظام خلاص بشن، اون موقع به نظر من باید بیان توجه بیشتری رو بکنن به آنچه که ما پیشنهاد میدیم در قالب شورای ملی. اگر مسئله فقط به یه نوعی تا کردن و در چارچوب همین نظام باقی موندن باشه و فقط اینه که یه ذره فرض بکنید خواسته های متفاوتی رو که بعضیا دارن رو واقعا در حداقل مطالبات برسونیم، اون یه بحث دیگه است. من نمیتونم قبول بکنم که مردم ایران براشون توهین‌آمیز نباشه که بهشون یارانه های 40,000 تومانی بخوان مثلا بدن یا بسته های غذای 2400 تومانی. این مسخره است، این اصلا تحقیرآمیزه. آیا مردم ایران سزاوار این هستند؟ ما با امروز باید در حد یک ژاپنی یا یک کره‌ای یا یک فرانسوی مردم ما زندگی بکنن، بتونن تحصیلات رایگان داشته باشن، معلم مجبور نشه مسافر کشی بکنه که روز بعد خسته و کوفته بخواد بره سر کلاس چون به اندازه کافی حقوق نمیگیره، کارتون خواب ها و معتادین رو چیکار باید کرد، بچه هایی که الان ایدز گرفتن رو چیکار باید کرد. اگه همین رو میخوایم ادامه بدیم و همین حد مطالباتمون، بله خب بفرمایید این سیستم هم هست و به قول معروف برید یک بد رو انتخاب بکنیم به جای بدتر. اما واقعا اگه میخوایم خلاص بشیم
اگه میخواین واقعا آزاد باشید، اگه واقعا میخواین در اون مملکت در برابری کامل زندگی کنید، اگه زنان ایران بیشتر از اینکه بتونن برن یک استادیوم ورزشی و بازی ورزشی مردان رو تماشا بکنن از حقوق کاملا برابر برخوردار باشن، اگر یک سنی بتونه مسجد خودشو بسازه، اگر بهایی کشی در مملکت نباشه، اگه یارسانی ها رو بهشون توهین نکنن، این رو جمهوری اسلامی جوابگوش نخواهد بود در هر شکل و بدیلی که باشه. بنابراین ما یک آلترناتیو واقعا ملی در راستای نهایتا آنچه که در شأن و برمیگرده به شؤون مملکتمون باشه خواستار هستیم. منتها این یک مشارکت عمومی رو میخواد، این یک اراده و تصمیم اساسی رو میخواد. من امیدوار هستم که با ارائه این تاریخ ها، با توصیه کردن این روش ها، با نشان دادن راه دیگر به عنوان یک بدیل واقعی، این تصمیم رو برای همیهنانمون آسان‌تر بکنیم و نقشی که میتونن در این راستا ایفا بکنن رو مشخص‌تر بررسی بکنیم. این در چنین شرایطی است که وارد این بحث شدیم و همطور که شما پرسیدید، این فقط مربوط به تنها این دوره انتخابات نیست، بلکه یک چیز دراز مدتی است که تا اون لحظه‌ای که برسیم نهایتاً به این افق ادامه خواهد داشت. ممنونم از فرصتی که در اختیار رسانه افق ایران، رسانه خودتون، قرار دادید. شاهزاده رضا پهلوی که از واشنگتن در این روز حساس و پرکار همراه ما شدید و وقتتون رو با ما صرف کردید. امید که در رسیدن به آرمان‌های ملی ایران، شما و همه آزاداندیشانی که به آینده و افقی روشن برای ایران فکر می‌کنن، پیروز و موفق باشید. سپاس از شما و درود به همیانان عزیز.